سلام عرض می کنم خدمت تمام فرادرسی های عزیز. احسان متولی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران. این آموزش رو برای فرادرس تهیه می کنم با عنوان آموزش ربات دلتا، کینماتیک و تعیین مسیر به کمک نرم افزارهای متلب و آردوینو. در ابتدا با تاریخچه و ساختار ربات دلتا آشنا میشیم. ایده اولیه این ربات در سال 1984 توسط پروفسور کلابل مطرح شد که ایشون در یک شرکت شکلات سازی مشغول به کار بودند و یک ایده برای بسته‌بندی اتوماتیک شکلات ها ارائه دادند. ایشون در سال 1984 تیم تحقیقاتی خودشون رو تشکیل دادند و موفق شدند پس از گذشت یک سال نمونه اولیه این ربات رو تهیه کنند و پس از ساده سازی ها و اصلاحاتی به یک مدل بهینه رسیدن که ما اون رو به اسم ربات دلتا میشناسیم. ایشون همچنین موفق شدن پس از گذشت 6 سال یعنی در سال 1991 در دانشگاه EPFL سوئیس پایان نامه دکترای خودشون رو با موضوع ربات دلتا دفاع کنند. همچنین 8 سال بعد یعنی در سال 1999 موفق به دریافت جایزه ربات طلایی شدن. در ادامه با ساختار و اجزای ربات دلتا که شامل ساختار سه‌بازویی، لینک ها و مجری نهایی هستش آشنا خواهیم شد. هر ربات دلتا از 5 بخش اصلی تشکیل شده. همونطور که در شکل مشاهده می‌کنید، بخش اول این ربات سکوی ثابت این ربات هستش که عملگرها روی اون سوار میشن. بخش دوم خود عملگرها هستن که در ربات ما به صورت موتورهای دورانی هستش. بخش سوم بازوی فعال یا لینک فعال ربات. بخش چهارم لینک غیر فعال ربات. و بخش پنجم سکوی متحرک یا مجری نهاییمون. یکی از خواص مهم این ساختار سه بازوی موازی اینه که این سکوی ثابت و این سکوی متحرک همیشه نسبت به هم حالت موازی دارن، یعنی ربات هر حرکتی که انجام بده این دوتا همواره نسبت به هم موازی هستن و زاویه نمیگیرن. در کنار این همین رباتی که مشاهده میکنید در ساده ترین حالتش 3 درجه آزادی خطی داره، یعنی بدون اینکه ما گریپر خاصی به این ربات متصل کنیم در ساده ترین حالت ممکن این ربات میتونه در راستای X، در راستای Y و در راستای محور Z حرکت خطی داشته باشه. در این قسمت با لینک ها در ربات دلتا آشنا میشیم. به طور کلی به اجسام صلبی که واحدهای سازنده یک ربات باشن لینک گفته میشه که 3 ویژگی اصلی دارن. یکی از ویژگی اونها اینه که نسبت به هم حرکت نسبی ندارن. دومیش اینه که از ترکیب 2 یا چند عضو تشکیل شدن و سومیش اینه که این لینک ها نسبت به لینک های دیگه حرکت نسبی دارن. برای مثال این لینک غیر فعال رو شما در نظر بگیرید که از یک میله در این قسمت، از یک میله در این قسمت 2 مفصل کروی در بالا و 2 مفصل کروی در پایین تشکیل شده. تمام این اعضا نسبت به هم دیگه هیچ حرکتی ندارن، پس کل اینا سازنده یک لینک هستن یا یک بازو هستن. اما این لینک یا این بازو نسبت به این لینک بالایی حرکت نسبی داره، پس این قسمت یک لینک مستقل و این قسمت یک لینک مستقل دیگه به حساب میاد. در ربات دلتا ما 2 نوع لینک داریم. یک لینک فعال یا بازوی فعال هست و یک لینک غیر فعال یا بازوی غیر فعال ما هستش. حالا لینک فعال چیه؟ لینکی که مستقیما به عملگرهای ما متصل باشه لینک فعال گفته میشه و لینک غیر فعال لینکیه که به لینک فعال متصل شده باشه. گریپرها وظیفه اصلی یک ربات رو انجام میدن. برای مثال در ربات دلتا اگر وظیفه برداشتن یک قطعه یا یک جسم در خط تولید باشه این وظیفه توسط گریپری که روی ربات نصب شده انجام میشه و
و تمام ساختارهای این ربات از جمله لینک‌های فعال، غیرفعال، موتورها و سایر اجزا در تلاشن که این گریپر نهایی یا مجری نهایی عملکرد مطلوبی داشته باشه و حرکت مناسبی داشته باشه. در بخش آخر گریپرهای پرکاربرد در ربات دلتا رو مورد بررسی قرار میدیم. اولین گریپر از نوع گیره هستش که برای اجسامی که انعطاف کافی دارن و شکننده نیستن به کار میره. دومین گریپر از نوع مکش هست که کاربردش بسیار زیاده در ربات دلتا، علاوه بر اجسامی که سطح صافی دارن و امکان مکش اونها وجود داره، برای اجسامی که شکننده هستن مثل تخم مرغ یا چیزهای شکننده ای که اگر با گیره اونها رو برداریم امکان این که بهشون آسیب برسه هستش، این مکش ها بسیار مناسب ترن و کاربرد بیشتری دارن. و برای اجسام فلزی، خصوصا اجسام فلزی سنگی، از گریپرهایی که دارای آهن ربای موقت هستن استفاده میشه که اساس کارش به این صورته که با اعمال جریان الکتریسیته میدان مغناطیسی درون اون ایجاد میشه و اجسام آهنی رو به خودش جذب میکنه و به محض اینکه جریان از بین بره قطعه رها میشه و در جای خودش قرار میگیره. در بخش قبلی در مورد ساختار، اجزا و تاریخچه ربات دلتا صحبت کردیم و در این بخش میخواهیم به اهمیت و کاربرد ربات موازی دلتا بپردازیم. قبل از شروع بهتر مروری بر تعریف ربات‌های سری و ربات‌های موازی داشته باشیم. از لحاظ تعریف، مکانیزم‌های سری مکانیزم‌هایی با زنجیره سینماتیکی باز هستند که مجری نهایی توسط مجموعه‌ای از بازوها که به صورت سری نسبت به همدیگه قرار گرفتن به پایه متصل شده. در شکل شماتیک ما این سیستم کاملا مشخص هست. نقطه A مجری نهایی ما هست و نقطه O پایه هستش که بین نقطه A و نقطه O بازوها و مفصلهایی به صورت سری نسبت به همدیگه قرار گرفتن. یک مثال برای درک بهتر این قضیه دست انسان هستش. دست انسان دقیقا مثل یک ربات سری هستش که میتونیم اون رو به این صورتی که مشاهده میکنید مدل کنیم. بازوها رو به صورت لینک قرار بدیم و مفصلها که همون مچ، آرنج و شونه هستش رو به صورت مفصل قرار بدیم و به این شکلی که مشاهده میکنید یک زنجیره سینماتیکی باز رو تشکیل میدن. ربات های سری به طور کلی به 4 دسته کارتزیان، استوانه‌ای، اسکارا و 6 محوره دسته بندی میشن. ربات های کارتزیان در راستای 3 محور X و Y و Z میتونن حرکت داشته باشن و شماتیک اونها رو به این صورت مشاهده میکنید. یکی از کاربردهای این ربات‌ها هم در ساخت پرینترهای سه‌بعدی و چاپگرهای سه‌بعدی هستش. ربات‌های استوانه‌ای که اسمش هم الهام گرفته از فضای کاریش هست رو به این صورت در شماتیک مشاهده می‌کنید که این ربات هم در صنایع بسته‌بندی و دیگر موارد کاربردهای زیادی داره. ربات‌های اسکارا و ربات‌های 6 محوره هم که از پرکاربردترین ربات‌های نوع سری هستند رو هم اینجا مشاهده میکنید. نکته قابل توجهی که در این شکل ها وجود داره اینه که اگر دقت کنید بازوها هرچی به مجری نهایی نزدیک تر میشن قطر و ابعاد اونها کاهش پیدا میکنه. موتورها هم همین وضعیت رو دارن. برای مثال عملگرهای ابتدایی ربات کوکا رو اگر اینجا مشاهده کنید بسیار بزرگتر از عملگرهایی هستش که نزدیک به مجری نهایی قرار گرفتن. دلیلش هم بسیار بسیار مشخصه. در ربات‌های سری تمام موتورها در حرکت شرکت دارن و اولین موتور یا اولین عملگر وظیفه این رو داره که تمام بازوها و موتورهای بعد از خودش رو تحمل کنه. بنابراین باید یک موتور قوی و حجیم مورد استفاده قرار بگیره و هرچی که به انتهای زنجیره نزدیک تر میشیم این موتورها کوچیک‌تر شده چون وزن کمتری رو باید متحمل بشن. این مواردی که ذکر شد یکی از مهمترین خاصیت‌های ربات‌های سری هستش
که روی بسیاری از پارامترهای این نوع ربات ها از جمله نسبت بار به وزن تاثیر خیلی زیادی میذاره که در ادامه در مورد اون صحبت خواهیم کرد. ربات های موازی از لحاظ تعریف تعدادی زنجیره سینماتیکی باز هستند که این زنجیره های سینماتیکی به صورت موازی به همدیگه متصل شدن و بنابراین یه زنجیره سینماتیکی حلقه بسته رو ایجاد میکنن. یکی از نکات مهم این نوع ربات ها اینه که برخلاف ربات های سری در این ربات ها بازوهای غیر فعال هم مشاهده میشه، یعنی ما لینک هایی داریم که به هیچ عملگری متصل نیست، اما در ربات های موازی اگر به یاد داشته باشید تمام بازوها دارای یک عملگر مخصوص به خودشون بودن. نکته بسیار مهم دیگه اینه که موتورها و عملگرها در ربات های موازی خصوصا در ربات دلتا در قسمت ثابت نصب شدن که این یک مزیت بسیار بزرگ به حساب میاد و دیگه نیازی نیست که وزن موتورها رو در حرکت تحمل کنیم و به تبع اون وزن ربات و هزینه ساخت ربات رو افزایش بدیم. دو نمونه از معروفترین مکانیزم های موازی ربات دلتا و مکانیزم استوارت هستند که در شکل مشاهده می کنید. مکانیزم استوارت هم یک مکانیزم موازی هست که در اینجا برای شبیه سازی در شرکت بنز مورد استفاده قرار گرفته و ربات دلتایی که اینجا مشاهده می کنید بازوی فعال و بازوی غیر فعال که قبلا این موارد رو مورد بحث قرار دادیم و موضوع اصلی این آموزش ما هستش. در این بخش به بررسی مزایا و معایب ربات‌های سری می‌خوایم بپردازیم. در ابتدا اگر بخوایم مزیت‌های این ربات رو بیان کنیم، می‌تونیم به فضای کاری بسیار بزرگی که این نوع ربات‌ها دارن، مدل‌سازی مناسبی که دارن و تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ساده‌تری که نسبت به ربات‌های موازی دارن و همچنین چالاکی اونها اشاره کنیم. در بین این مزیت هایی که برای ربات سری بیان شد میشه گفت که فضای کاری بزرگ اصلی ترین دلیل استفاده از این ربات ها در صنعت هستش. حالا در مقابل اگر بخوایم معایب این ربات رو مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم به نسبت بار به وزن بسیار پایین، هزینه ساخت بسیار بالا، سرعت نسبتاً کم، جمع شونده بودن خطای عملگرها و ارتعاش زیادی که دارن اشاره کنیم. هر کدوم از این معایب دلیل خاص خودشون رو دارن. برای مثال نسبت بار به وزن پایین رو در اسلایدهای قبلی مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که چون در ربات‌های سری تمام عملگرها در حرکت شرکت دارن، پس عملگر اول باید بتونه وزن تمام بازوها و عملگرهای بعد از خودش رو تحمل کنه و این موضوع باعث میشه که در طراحی ربات از موتورهای قویتر و سنگینتر و بازوهای حجیم و سنگین استفاده بشه که استحکام کافی رو داشته باشن. بنابراین وزن ربات بسیار بالا میره و مشخصه بار به وزن ربات بسیار کاهش پیدا میکنه. همچنین اگر بخوایم علت جمع شونده بودن خطای عملگرها رو بررسی کنیم، دلیلش هم این هستش که چون در ربات‌های سری موتورها به صورت سری نسبت به همدیگه قرار گرفتن، اگر موتور اول یک خطایی داشته باشه روی موتور دوم هم تأثیر گذاشته، موتور دوم خطا داشته باشه روی موتورهای بعد از خودش هم تأثیر گذاشته. بنابراین تمام این خطاها به صورت جمع شونده هستند. برای مثال اگر ربات ما دارای 6 عملگر باشه و هر عملگر 0.01 میلیمتر خطا داشته باشه، خطای مجموع ما بیش از 0.06 میلیمتر خواهد بود، چون خطای اولی بر دومی و موارد بعدی تأثیر خواهد گذاشت. پس در این قسمت ما مزایا و معایب ربات‌های سری رو بررسی کردیم. حالا به مزایا و معایب ربات‌های موازی می‌پردازیم. اگر بخوایم از مزیت‌ها شروع کنیم، این ربات‌ها سرعت و شتاب بسیار بالایی دارند. خطای عملگرهاشون برعکس ربات‌های سری جمع شونده نیست. سختی بیشتری نسبت به ربات‌های سری دارن، دقتشون بسیار بالاتره، نسبت بار به وزن این ربات‌ها عدد بالایی هستش، مصرف انرژی کمتری دارن و موتور کوچیکتری در این ربات‌ها استفاده شده که هزینه ساخت ربات رو کاهش میده. اما در مقابل این ربات هم دارای معایب بسیار جدی هستش که مهمترین اونها محدودیت فضای کاری
نقاط تکوین بسیار زیاد و تحلیل سینماتیک و دینامیکی نسبتاً پیچیده تر هستش. ربات های موازی به دلیل استفاده از مکانیزم های حلقه بسته دارای محدودیت فضای کاری بیشتر و دارای نقاط تکوین بسیار بسیار بیشتری هستند که در طراحی و استفاده از این ربات ها تمام این نقاط تکوین باید در نظر گرفته بشه که ما در ادامه آموزش اشاره به این موارد خواهیم داشت. تا به اینجای آموزش با ربات های سری و ربات های موازی و همچنین مزایا و معایبشون آشنا شدیم. حال می‌خوایم کاربرد ربات‌های دلتا رو در صنایع مختلف بررسی کنیم. اولین کاربرد این ربات‌ها و مهمترین اونها در صنایع بسته‌بندی هست که خصوصاً در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیره. البته در زمینه‌های دیگه هم استفاده زیادی از این ربات‌ها شده، اما یکی از پرکاربردترین استفاده این ربات‌ها در صنایع بسته‌بندی محصولات غذایی هستش. یکی دیگه از کاربردهای این ربات‌ها استفاده در صنایع پزشکی برای حمل میکروسکوپ‌های سنگین در اتاق عمل هستش که می‌تونه میکروسکوپ‌های با وزن 20 کیلوگرم رو در اتاق عمل جابجا کنه و برای راحتی کار پزشکان مورد استفاده قرار بگیره. همچنین از این ربات‌ها برای ساخت دستگاه‌های پرینتر سه‌بعدی یا چاپگرهای سه‌بعدی هم استفاده میشه. همونطور که میدونید اکثر دستگاه های چاپگر سه‌بعدی از ساختار کارتزیان استفاده میکنن، اما در بخشی از موارد هم دیده شده که از مکانیزم ربات دلتا برای ساخت پرینترهای سه‌بعدی استفاده شده. علاوه بر این سه کاربرد، این ربات قطعاً کاربردهای دیگه هم داره، اما ما سعی کردیم مهمترین اونها رو برای شما ارائه کنیم. بعد از بررسی کاربردهای این ربات میرسیم به شرکت‌های بزرگ سازنده ربات دلتا. یکی از بزرگترین سازنده‌های این ربات شرکت ABB هستش که یک نمونه از ربات‌هاش رو اینجا شما مشاهده می‌کنید. نمونه‌های زیادی داره که با وزن‌ها و قابلیت‌های متفاوتی عرضه میشن. شرکت بعدی عمران ادپت هستش که این شرکت هم ربات‌های دلتای زیادی ارائه کرده که ویژگی‌های مختلفی دارن. شرکت بعدی شرکت فانوک هست و آخرین شرکتی که اینجا ارائه کردم شرکت کاوازاکی روباتیکس هستش. این چهار شرکت میشه گفت از مهمترین شرکت‌های سازنده ربات دلتا هستند، وگرنه شرکت‌های زیادی در سراسر دنیا وجود دارن که این ربات رو تولید و عرضه می‌کنن، اما بنده سعی کردم چند تا از مهمترین هاشون رو خدمتتون معرفی کنم. حالا میتونیم اطلاعات و مشخصه های مهم این ربات ها رو که شرکت های سازنده شون ارائه کردن بررسی کنیم. قبل از بررسی این اطلاعات بهتره دو تا تعریف رو با همدیگه یادآوری کنیم. اولی تعریف تکرارپذیری در ربات ها و دومی تعریف دقت در ربات ها. تکرارپذیری به مقدار اختلاف مکانی یک ربات در چندین بار حرکت به یک نقطه رو میگن. برای مثال شما یک ربات رو در نظر بگیرید، خصوصا ربات دلتا. یک ربات دلتا رو در نظر بگیرید و این ربات رو روی مختصات مورد نظرتون تنظیم کنید و این نقطه رو در حافظه نرم افزاری ربات ذخیره کنید و ربات رو از اون حالت خارج کنید و در یک نقطه دیگه قرار بدید. سپس به ربات دستور بدید که دوباره به اون نقطه‌ای که اول تعریف کرده بودید بره و این کار رو چندین بار تکرار کنید. حالا با میزان اختلافی که در این چند بار حرکت به اون نقطه پیش میاد یک میانگین بگیرید و میانگین اون اختلاف میشه تکرار پذیری ربات شما که بسیار بسیار پرکاربرد هستش. اما چون در بسیاری از موارد دقت رو با تکرارپذیری اشتباه میگیرن، بنده اینجا تعریف دقت رو هم براتون آوردم که خودتون مقایسهش کنید. دقت به میزان اختلاف ما بین مختصات عددی یک نقطه در نرم افزار ربات و مکانی که ربات در واقعیت به اون حرکت کرده میگن که با تکرارپذیری همونطور که ملاحظه میکنید تفاوت داره. حالا میتونیم به بررسی مشخصه های مهم ربات بپردازیم.
مدل ربات هایی که اینجا مشاهده می کنید برای شرکت های فانوک، ای بی بی، کاوازاکی روباتیکس و ادپت هست که در اسلاید قبلی اینها رو معرفی کرده بودم خدمتتون. البته این مدل هایی که اینجا مشاهده می کنید یک مدل انتخابی از ربات های دلتای این شرکت ها هستش که مشخصه های خودشون هم دارن. اولین مشخصه مهم محورهای کنترلی هستش، بعد از اون پیلود یا حد اکثر وزن در پیچش هستش، بعد از اون ریپیتابیلیتی یا همون تکرار پذیری که در موردش صحبت کردیم هست، وزن ربات و ریچ به معنای سطح دسترسی ربات هستش. خب برای مثال ما یکی از این نمونه ها رو بررسی میکنیم و نمونه های دیگر رو شما خودتون میتونید ببینید و مقایسه کنید. مثلا ربات دلتای شرکت فانوک با این مدل دارای 6 محور کنترلی، نیم کیلوگرم وزن میتونه جابجا کنه، تکرار پذیریش 0.03 میلیمتر هستش که واقعا رقم قابل توجهیه، وزن این ربات 20 کیلوگرم هست و شما میتونید از اینجا نسبت بار به وزن این ربات رو به دست بیارید و با ربات های دیگه و حتی با ربات های سری مقایسه کنید. و ریچ هم به معنی حد اکثر مسافتی که ربات میتونه به اون دسترسی پیدا کنه هستش که در اینجا برای این مدل ربات 420 میلیمتر رو ربات میتونه دسترسی پیدا کنه. در ادامه به ربات دلتا و پژوهش‌های انجام شده در ایران میپردازیم. در سال‌های اخیر خصوصا در 10 سال اخیر توجه ویژه‌ای به این ربات شده و دانشگاه‌های زیادی در این زمینه شروع به حرکت کردند و پایان‌نامه‌های زیادی در این زمینه تعریف شده. در دانشگاه‌های سراسر کشور برخی از دانشگاه‌ها که فعالیت‌های چشمگیرتری در این زمینه داشتن را بنده اینجا لیست کردم. در کنار این دانشگاه‌ها قطعاً دانشگاه‌های دیگه‌ای هم هستند که در این زمینه فعالیت کردند، اما بنده سعی کردم مهمترین اونها رو اینجا اشاره کنم. همچنین شما میتونید با سرچ عنوان ربات دلتا در سایت هایی که میتونید پایان نامه ها رو مشاهده کنید، پایان نامه هایی که در این زمینه نوشته شده و دانشگاه هایی که در این زمینه فعال هستن رو پیدا کنید و ببینید. 3 نمونه عکس هم از ربات های دلتایی که در کشور خودمون ساخته شده و البته فعلا در حد نمونه های آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و هنوز میشه گفت ابعاد صنعتی پیدا نکردن رو براتون آوردم. این عکس بالا مربوط به ربات دلتای دانشگاه بیرجند هستش، عکس پایین ربات دلتای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و این ربات هم برای دانشگاه فردوسی مشهد هستش. در کنار دانشگاه ها برخی شرکت های دانش بنیان هم فعالیت های خودشون رو در زمینه ساخت ربات های دلتا آغاز کردند. در این قسمت مفهوم سینماتیک مستقیم و معکوس در ربات‌ها رو مرور می‌کنیم و همچنین معادلات سینماتیک مستقیم و معکوس ربات دلتا رو اثبات خواهیم کرد. در سینماتیک مستقیم ما مختصات و زوایای عملگرها رو در ربات داشتیم. برای مثال در این ربات سری که مشاهده می‌کنید ما Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 و Q6 رو داریم و با استفاده از معادلات سینماتیک مستقیم به مختصات مجری نهایی خواهیم رسید. همونطور که به یاد دارید به این روش سینماتیک مستقیم یا فوروارد کینماتیکس گفته میشه. حالا سینماتیک معکوس دقیقاً برعکس سینماتیک مستقیم هستش، یعنی ما مختصات مجری نهایی رو داریم. برای مثال در این ربات دلتایی که اینجا مشاهده میکنید ما مختصات E0 که شامل X0, Y0 و Z0 هست رو داریم، یعنی میدونیم موج نهاییمون کجا قرار گرفته یا کجا میخواد قرار بگیره و با استفاده از معادلات سینماتیک معکوس یا اینورس کینماتیکس ما میخوایم زوایای عملگرها رو به دست بیاریم که برای قرار گرفتن توی این مختصات هر کدوم از موتورها باید توی چه زاویه‌ای قرار بگیرن. اساس کار ربات های موازی مانند همین ربات دلتایی که مشاهده می کنید با معادلات سینماتیک معکوس هستش
همونطور که میبینید در سازوکار ربات دلتا ما همیشه مختصات رو میدونیم، یعنی میدونیم که کجا هستیم یا کجا میخوایم بریم، کجا قرار بریم، تو چه نقطه قرار بگیریم و از معادلات سینماتیک معکوس کمک میگیریم که برای رفتن به اون نقطه هر کدوم از عملگرهای ما باید چه زاویه‌ای به خودشون بگیرن و چه زاویه‌ای داشته باشن.